سلام بیننده یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی هستین به همراهی من اتیه نیکنست و میلاد رسای منش ما تلاش میکنیم در این برنامه های هفتگی به اخبار مهم در حوزه خدا و اکس مسلم بپردازیم در روزهای اخیر میلاد ممنون که همراه ما هستی اگر مایل باشی از خبر خودت شروع کنیم حتما نتیه ممنون از خودت و سلام به مخاطبین عزیز تلویزیون اکسپانزلم دوستانی که از طریق پادکست این پادکست برنامه رو گوش میدن و عزیزانی که از طریق تلویزیون کانال جدید برنامه ما دنبال میکنن امیدوارم حال همگی خوب باشه جنگ در حقیقت در غزه همچنان موضوع خبرهایی هست که من در رابطه پایش لازم میبینم که بیشتر خم بشیم و از زوایای مختلف از سر منافع و بحث اون موضوعاتی که ممکنه برای جنبش اکس مازلم خدا ناباوران در خاور میانه و ایران و افغانستان جالب باشه و مهم باشه بحث رو پیش ببریم میدونید که دوستان یه بودی که شاید کمتر در رابطه باش صحبت شده در این روزها اون جنگ رسانه ای هست که در جریانه یعنی فارغ از اینی که ما میدونیم در روی زمین در حقیقت ارتش اسرائیل چند هفته هست که به طور واقع داره بمباران میکنه ارتشش وارد شده چند هزار فلسطینی در غزه از مردم غیر مسلح به شکل خیلی واقعا وحشیانه و دردناکی کشته شدند و خب برصورت عملیاتی که هفتم اکتبر حماس انجام داد و برصورت الان موشک پراهانی هایی که میشه و غیر حالا گذاشته از این جنگی که به طور واقع به صورت میدانی در جریان هست یه جنگ رسانه ای هم در پس این قضیه وجود داره یعنی مثلا شما نگاه میکنید رسانه های وابسته به اسرائیل به زبان های مختلف از عبری و عربی و فارسی گرفته مطلب خلق میکنن اخبار خودشون رو منعکس میکنن رسانه های فارسی زبانی هستن که به نفع اسرائیل در حال در حقیقت ساختن برنامه هستند. و از اون طرف هم ما پروپاگاندای جریانات اسلامیستی که شاید سرشاخه اصلیش رسانه الجزیره هست رو میبینیم رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی و در سوشال میدیا مشخصا تیک تاک که یک حجم عظیمی از در حقیقت پروپاگاندای مربوط به جریانات اسلامیستی نه مردم فلسطین رو شما در این رسانه ها میبینید این جنگ در جریانه و واقعا اطلاعی به یه شکلی مخاطبی که از این پلتفرم ها یعنی رسانه های یعنی سوشال میدیا و تلویزیون اخبار رو دنبال میکنه اینقدر اطلاعات زد و میاد به سمت آدم که واقعا این درک حقیقت و اینکه واقعا چه اتفاقی داره میفته و این طرف و, و, کدوم طرف به درجات به نفع مردم داره کار میکنه واقعا خیلی خیلی سخته پیدا کردن و دسترسی به اون حقیقت نکته ای که هست اینه که ما یک شعار تاریخی رو در حقیقت میدونستیم که وجود داره به نام Free Palestine From River to Sea Palestine Will Be Free اینا شعارهایی بوده که سالهای سال به خصوص از طرف جریانات اسلامیستی در خاور میان شمال آفریقا و در غرب اروپا و آمریکای شمالی داده میشد و سرد. یعنی گفته میشد حالا به, به صورت متناوب بسته به اتفاقاتی که در مقاطع مختلف در منطقه خاور میان غزه و غیره میافتاد نکتهش اما اینه که امروز به نظر من فری پلستین فلسطین رو آزاد بکنید Uh, و همون شعار From ریور to Sea Palestine will be free از دریا تا اقیانوس فلسطین آزاد خواهد شد uh, یه مختصات جدیدی پیدا کرده به این معنا که از یه طرف ما میدونیم که به هر صورت یک حقانیتی در دفاع از مردم غزه هست به اعتبار جنایاتی که ارتش اسرائیل داره میکنه یعنی مثلا یه ویدیویی که برگردیم به بخش اول صحبتم الجزیره منتشر کرده بود که نشون میداد در حقیقت حمله موشکی به یک از مدارس در غزه انجام شده واقعا دهشتناکه و من هر چقدر به خودم کلنجار رفتم که این ویدیو رو تقطیب و کنم و به بخشهایش رو بخش بکنم واقعا قابل پخش نیست این تصاویر و اصلا باور نکردنیه که یک ارتشی به خودش اجازه میده چنین جنایت بکنه علیه یک مردم بیدفاع بچه ها و مردم غیر مسلح رو بکشه و از اون طرف در کنار این پروپاگاندا که ما میبینیم بخشا از در حقوق مردم فلسطین دفاع میکنه پروپاگاندای است ها مد نظرم هست و انتقاد میکنه به جنایت ارتش اسرائیل میبینیم که رگه ها و بارقه های اسلام اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی وارد میشه یعنی اینجوری نیستش که الان تظاهرات هایی که برگزار میشه این ویدیو های پروپاگاندایی که ساخته میشه صرفا در حقیقت از مردم فلسطین داره دفاع میکنه در کنار در حقیقت دفاع از فلسطینی ها و در حقیقت محکوم کردن جنایات ارتش اسرائیل ما میبینیم که اسلام سیاسی جمهوری اسلامی جریانات تروریستی اسلامی در غرب یواش یواش سرکله شون پیدا میشه پرچماشون در میاد شعارهایی میدن و اساسا سعی میکنن تا جایی که میتونن از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن و اسلام و اسلام سیاسی رو در غرب بست و گسترش بدن یه ویدیو آماده داریم چهار در حقیقت ویدیوی مختلف هست که من به هم چسبوندن در چهار منطقه مختلف از دنیا نیویورک، تورنتو، بلژیک و لندن این ویدیوها رو ببینیم وچه در حقیقت اشتراک همه این ویدیوها شعار الله اکبر و ظهور تروریسم اسلامی به صورت علنی در کف خیابون ها هست یعنی به خصوص به ویدیوی دومی که در تورنتو هست اگر دقت بکنید میبینید که پرچم طالبان و پرچم القاعده در خیابون دیده میشه ویدیو رو ببینیم برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم محمد <مترجم> رسول الله تكبير 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 لبيك 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 يا أبصار رسول الله محمد <مترجم> بله چهره آشنای خیابان در غرب هست و خب اگر دقت بکنید به خصوص به دو ویدیو آخر یعنی ویدیویی که در بلژیک ضبط شده بود اون دختر جوانی که با هجاب رگ گردن زده بود بالا و تکبیر میگفت و با یک برسات حرارت خاصی تکبیر میگفت و ویدیوی بعدی میدید که در کنار این که میگن در حقیقت فری پالستاین که با توجه به وضعیتی که در غزه هست به درجات شاید به ذهن مخاطب بیاد که خب دارن حرف درستی میزنن از اون طرف در حقیقت تکبیر و محمد رسول الله و غیره هم از کنار فری پلستان در میاد من به طور واقع میخوام بگم بحثم رو تموم بکنم شعارهایی که شاید سابقا یه حقانیتی درش بود و به نوعی نمایندگی میکرد منافع مردم رو و سعی میکرد که به وضعیت غیر انسانی که دول در حقیقت میلیتاریستی در منطقه خاورمیانه بر علیه مردم به وجود میارن اعتراض بکنه امروز دستمایه پروپاگاندای اسلامی شده در کنار فری پلستاین شما تکبیر الله اکبر محمد رسول الله پرچم جمهوری اسلامی طالبان القاعده و داعش رو میبینید و به همین اعتبار این شعار که شاید یه حقانیتی درش بود به نوعی بهش تعرض شده و دستمایه در حقیقت جریانات اسلامیستی قرار گرفته به عقیده من کسی که به طور واقع امروز میخواد از حقوق مردم فلسطین دفاع بکنه و خواهان در حقیقت اتمام جنگ هست باید مرزبندی مشخص با این تصاویری که من نشون دادم در خیابونهای اروپا بکنه نمیشه کنار این اوباش ایستاد الله اکبر گفت و محمد رسول الله گفت و بعد خواهان در حقیقت آزادی مردم فلسطین و یک دنیای بر مبنای سکولاریزم و به دور از جنگ و نابرابری و زن ستیزی و اون کسافاتی که ما از اسلام میشناسیم رو در حقیقت ما بخوایم بسازیم اجازه بدید یک پستی رو هم که نهاد اکسمازلوم اسکاندیناوی منتشر کرد در صفحه اینستاگرام خودش و خیلی مورد استقبال قرار گرفت کامنت های زیادی اومد و بسیارم لایک گرفت نزدیک 500 و اندی 571 نفر این رو لایک کردن به خوبی نشون میده که فری پالستاین در سال 2023 معنای جز این تصویری که میبینید نداره و به نظر من شهروند ایرانی که حالا عطیه توضیح خواهد داد درگیری با هجاب و برسات اعدام و مسائلی داره با این جریانت اسلامیستی این تصاویر براش بسیار آشنا هست که یک مشتری اوباش اسلامی میریزند جنایت میکنن، زن ستیزی میکنن، مرد خون مردم رو تو شیشه میکنن و بعد یک شعار در حقیقت به ظاهر که به درجات انسانیت رو نمایندگی میکنه مثل فری پلستان دستمایه پروپاگانداشون میشه در غرب و ای متاسفانه این پروپاگاندا رو می‌خرن و چششون رو, رو روی جنایات جریان اسلامی اسلامیستی می‌بستن می‌بندن فری پالستاین جمله آخر فری پالستاین معنای امروز جز دفاع از تروریسم اسلامی نداره باید به اشکال دیگه ای از حقوق مردم در غزه و فلسطین دفاع کرد ممنون میلاد. ممنون, میلاد از بحث و موضوع مهمی که دادی و تحلیل دقیقا همینطوره خب حالا برای اینکه خیلی ربط داره این اخباری که من میخوام بگم یعنی تحلیلی که من دارم به صحبت های تو من ترجیح میدم که تحلیلم رو در مورد خبر تو در خلال همون صحبت های خودم بگم اگر اجازه بدی میلاد من سه تقریبا البته خبرهای زیادی هست ولی خب سه تا از خبرها هست که خیلی به هم دیگه ربط داره اول خبرها رو با هم دیگه مرور کنیم بعد من تحلیلم رو ارائه میدم جمیله علم همسر رئیسی جلاد دوباره اضافه فصل کردن و گفتن که ما به عنوان الگو بر رحبر رهبر زنان رهبری زنان جهان رو به دست بگیریم بعد خب ایشون که میدونین که غیر از اینکه همسر رئیس جمهور جمهوری اسلامی هستن ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستن بعد انسیخ از علی گفته که زنان طلبه زنان به, ت... به زنان طلبه گفته که اگه توان فیلم سازی و بازیگری دارین ما استقبال میکنیم انسی خاص هم که میدونیم معاون رئیس جمهور در حوزه زنان هستش و از اون طرف هم ما یه دونه عکسی چن... این چند روزه خیلی وایرال شد در تمام شبکه های اجتماعی که نشون میداد که یه در واقع یک تونل وحشتی در مترو که این هجابان ها دو طرف سالن مترو وایستادن و زنان وقتی که میخوان از اون رد بشن چطور اونها رو مورد حمله و تهاجم قرار میدن حالا من میخوام راجع به این صحبت بکنم که ببین این سه تا خبر بسیار به هم مرتبطه و ما داریم میبینیم که سه این افرادی که خودشون چطور قربانی خشونت هستند چطور قربانی اهداف غیر انسانی اسلامی هستند و در یک رژیم فاسد که واقعا این رژیم سراسر زن ستیزه خودشون به عنوان قربانی دارن بقیه رو هم قربانی میکنن و چطور دارن شمشیرزنی میکنن همین قربانیان برای این اسلام سیاسی زدسن و واقعا شرماوره که یک کسی اولا که یکی کسی که به یه همچین قربانی بیاد صحبت بکنه در مورد اینکه حالا کسی که میدونه که به فرمان همسرش و رژیمی که اونها دارن واقعا نمایندگیش رو میکنن چقدر زن و دختر در ایران کشته شدن فقط به خاطر همین لچک به خاطر این ابزار سرکوب زنان هجاب چقدر زن و دختر الان در زندان ها هستن چقدر بهشون تجاوز شد در همین یک سال گذشته ما شاهد چه جنایت هایی بودیم از جمهوری اسلامی فقط به خاطر همین هجاب چطور نیکا رو کشتن چطور سارینا رو کشتن با تمام این تفاصیل شما چطور به خودت اجازه میدی که بیای و صحبت بکنیم به اینکه ما میخوایم الگو زن... تمام زنان بشیم رهبری ز... به عنوان الگو رهبری زنان جهان رو اه... به دست بگیریم میخوام بگم که تمام اینها حرفای جمیله علم, علم الهدا انسیه علی و همون هجاببانهایی که توی مصر رو گذاشتن همگی سراسر نشون از این میده که چقدر اساسا تفکر اسلامی و رژیم های اسلامی اولا تمامیت ها هستن و هر آنچه که دارن براشون کمه هرچی که میکشن انگار سیر نمیشن هرچی که ظلم میکنن تجاوز میکنن سرکوب میکنن براشون کافی نیست و از اون طرف با چه توحش و سبعیتی انسان ها رو در بند میکشن میکشن سرکوب میکنن و میاد یه همچه صحبت هایی هم میکنن از اون طرف انسیخ از علی داریم میبینیم که هر روز ما یه خبری داریم میگیریم که از اینکه هنرمند و بازیگران سینمای ایران دونه دونه داره دورمنگاری میشه کارهایی که انجام میدن ممنول کار میشن پاسپورتشون توقیف میشه آزاده سمدی پاسپورتش توقیف شده و ممنوع خروج شده از کشور هانیه توسلی شش ماه حبس تعزیری گرفته و مبلغی رو به عنوان جریمه در نظر گرفتن که پرداخت کنه این بازیگران زنی که واقعا حقوق انسانیشون رو مطالبه کردن و در کنار مردم در انقلاب زن زندگی آزادی خواسته های مردم و خواسته های خودشون رو به عنوان یک زن فریاد زدن چطور داره این عملکردشون جرم انگاری میشه و از اون طرف انسیه خزعلی واقعا پر و با, با, با وقاحت میاد میشینه میگه که خب حالا طلبه ها اگه میخوان بیان فیلم سازی رو شروع کنن یعنی میخوام بگم با توجه این اینکه در تمام این 45 سال شما آموزش پرورش که دستتون بوده صدا و سیما که دستتون بوده پول مملکت که دستتون بوده ارتش و سبا و همه اینا هم دستتون بوده انگار که سیری ندارین باز هم دونه دونه دارین بازیگرایی که برای این در این زمینه زحمت کشیدن هزینه کردن عمرشون رو گذاشتن و واقعا دانش این کار رو دارن و مردم هم دوستشون دارن شما اونا رو دونه دونه دارین ممنول کار میکنین کنار میزنین و میخواین طلبه هایی که هیچی اصلا از حوزه بازیگری از حوزه سینما هیچی نمیدونن همونایی که شما درس تروریست اسلامی رو تو حوزه بهشون یاد دادین حالا میخواین بیاین بزنینشون تو سیما فیلمم درست بکنن یعنی میخوام بگم که تمام اینها و همون تونل وحشتی که واقعا اون کاربری که اولین بار اسم این صحنه رو گذاشته تونل وحشت به درستی این رو بیان کرده دقیقا تونل وحشته در همین متروی مترو و در با همین هجاببان ها آرمیتا گراوند عزیز رو به قتل رسوندن و همین افراد به شکل دیگه ای که گشت ارشاد بودن محسا همین رو به قتل رسوندن و واقعا یک همچی صحنه هایی رو شما برای مردم ایجاد میکنید یعنی زنها رو اینجوری مورد سرکوب ارعاب و خشونت قرار میدید فقط به خاطر حجاب اولا میخواستم بگم که باید خیلی بیشتر از همیشه متوجه این باشیم که چقدر واقعا تفکر اسلامی و اساسا اسلام ضد زنه و متوحشه و الان که واقعا در آستانه 25 نوامبر هستیم روز جهانی منع خشونت علیه زنان چقدر مهمه که امسال واقعا تاکید بیش از حدی داشته باشیم رو اینکه علیه این تفکرات اسلامی زن ستیز باید مبارزه بکنیم و علیه هجاب علیه این ابزار سرکوب زنان این سمبل بیحقوقی زنان ما باید مبارزه بکنیم و تاکید هر چه بیشتری امسال روی این داشته باشیم در 25 نوامبر برای اینکه همونطور که همه ما شاهد هستیم هر روز این توهش بیشتر میشه در افغانستان در قزه و همونطور که میلاد گفت دقیقا زنانی که خودشون قربانی این خشونت هستن خودشون قربانی این خشونت اسلامی هستن برای اینکه به باور من به عنوان یک زنی که از کشور اسلام زده اومده هیچ زنی آگاهانه و آزادانه سرکوب رو انتخاب نمیکنه. هیچ زنی آگاهانه و آزادانه سلول انفرادی به نام هجاب رو انتخاب نمیکنه و همه اینها از سر اجباره برای همین حالا اونها تمام این زنانی که خودشون قربانی این سیستم زنستیز هستن میان پرچم دفاع از مردم فلسطین رو بالا میبرند با همون لچکی که تو سرشونه تو قلب اروپا واقعا ناراحت کننده است و ولی اینا همه نشونه, این نشونه, نشونه اینه و نشون دهنده اینه که چقدر ضرورت داره که در این زمینه بیشتر فعالیت بکنیم و تاکید بیشتری داشته باشیم در 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر هجاب که هجاب اساسا خشونت علیه زنانه میران ممنون میشم اگه نکته داری از تو بشنوم بله نکته که زیاد هست ببینید یه در حقیقت بحثی هستش که گفته میشه در دوران بردهداری اون به بردهدارانی که در امریکا تعدادی برده رو از بردگان سیاه پوست رو از آفریقا میبردند در امریکا که براشون رو زمین ها کار بکنند برای که اون برده شورش نکنند و دست به اعتراض و انقلاب نزنند به درجات بخشهایی از خود همون بردگان رو بهشون موقعیت میدادند به قول معروف بهشون میگفتن برده خونگی امکانات یک بم... امکانات خیلی مختصر کمتر کمتری رو بهشون میدادن و بعدا در شرایطی که بردگان دیگر اعتراض میکردن و اعتصاب میکردن همین بردگان رو بر علیه بردگان دیگه مورد استفاده قرار میدادن مثل امسال امثال خز علی و انسیه انسیه خز علی و علم ملحودا جلی... جمیل علم ملحودا و این در اصلا سلبریتی های چادری که گاه و بیگاه بلد میشن مثل الهام چرخنده منصوره محسومی و غیره اینها در حقیقت همون بردگانی هستند که بر علیه پایگاه طبقاتی خودشون و زنان دیگهی که برای آزادی حتی همین زنان محجبه مبارزه میکنن دست به اقدام و عمل میزنند و قصه تلخ و بخش واقعا ناراحت کننده قضیه و شاید هم پنداموز حتی اینه که شما مثلا وقتی نگاه میکنید موقعیتی که همین زنان در جمهوری اسلامی و یک نظام مرد سالار و اسلامی دارند از موقعیت سلف, م... سلف نر خودشون کمتره یعنی مثلا رائفی پور به مراتب موقعیت بهتری از منصوره محسومی و یا الهام چرخنده داره یعنی اینا اگر باز مرد بودن و همین خوش رخصی ها رو میکردن قطعا دسترسیشون به منابع و امکانات اون مملکت بیشتر میشد یعنی حتی تو همون هایراکی مرد سالاری که به هر صورت به خودی های سری امکانات میگه شما اگر زن باشی باز فرودستی و نمیتونی از امکانات استفاده بکنی همین خودش نشون دهنده این هست که اساسا خشونت بر علیه زن در کشورهایی که اسلام در قدرت هست یک مسئله سیستماتیکه یه اتفاق روزانه نیست یک مسئله که به صورت سازماندهی شده علیه زنان اعمال میشه حتی علیه خودی ها دیگه حالا وای به حال زنانی که مثل نیکا شاکرمی و حدیث نجفی و سارینا اسماعیل زاده که اصلا اعتراض میکنن از این بخش اگر ما بگذریم خودیهاشون هم حتی تحت ستم قرار میگیرن به همین اعتبار نشوندن... به همین من میخوام این دنگوش رو این مسئله بذارم که رفع خشونت و مبارزه برای خ... علیه خشونت علیه زنان یک مسئله عاجله و یک مسئله جدی و زنده است به 25 نوامبر داریم نزدیک میشیم به عقیده من باید از این فرصت استفاده کرد که هرچه بیشتر علیه اسلام و علیه زنستیزی اسلامی در دنیا مطلب درست کرد و ذهن مخاطب رو به خصوص در غرب آشنا کرد که یک نظام مرد سالار اسلامی چطور هو هویت کرامت و در حقیقت شرف زنان رو به انقیاد میگیره زیر پای خودش له میکنه و وقتی که زن تحقیر شد زن بی شد اون وقت عرصه برای حمله به کلیت جامعه باز میشه کما که ما در انقلاب 57 دیدیم که خمینی اول هجاب و اجباری کرد و بعد کل جامعه رو از زیر تیغ گذروند برای همین به ما به 25 نوامبر که نزدیک میشیم به عقیده من باید تمام تلاشمون رو بر این مبنا بذاریم که نشون بدیم اسلام و حجاب چطور عامل بدبختی زنان و گرفتاری کلیت شه، شهروندان خاورمیانه در ایران و افغانستان و عراق و عربستان سعودی و غیره هست و فکر میکنم نکاتی که عتیه گفت به درستی با توجه به تاریخی که درش قرار داده یعنی امروز 20 نوامبر هست حائز آه، آه، اهمیت است و امیدوار هستم که مخاطبینی که این برنامه رو میبینن به تکاپو بیفتن و برای 25 نوام بر دست به خلق محتوا بزنن اگر به هر صورت مطالبتون رو به دست ما هم برسونید حتما در پلتفرم هایی که داریم این مطالب رو منتشر خواهیم کرد ممنون میلاد از توضیحاتی که داری همونطور که میلاد هم گفت ما فراخان میدیم که دوستان عزیزمون مخاطبینمون اعضای اکس مسلم و تمام کسانی که واقعا به این نتیجه رسیدن و میدونن که ضربه اصلی رو از کجا داریم میخوریم و تا در جامعه ای زن آزاد نشه اون جامعه هرگز نمیتونه به آرامش برسه و به حقوق انسانیش دست پیدا بکنه واقعا مهمه که در این روز فعالیت بکنیم و از هر مدیایی که در دست داریم این اعتراض رو فریاد بزنیم و بگیم که حجاب خشونت علیه زنانه و در این زمینه فعالیت بکنیم مقاله عکس ویدیو و یا هر خلاقیتی که دارین برای ما بفرستید ما با افتخار اونها رو منتشر میکنیم در ادامه ویدیوی رو میبینین که راه ارتباطی ماست که از طریق این راه ها میتونیم با ما در ارتباط باشیم و نکته نظراتتون رو برای ما ارسال کنیم مرسی از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودین و دوستان عزیزانی که ضبط شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید خواهیم دید تا روزگار دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم